افتران عزیز و بینندگان تلویزیون از شهر برلین از فرودگاه به شما سلام تقدیم میکنم. یک هیئت عالی رتبه شورای صلح امروز وارد برلین شده. همتونان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر از شهر برلین به شما سلام تقدیم میکنم. یک هیئت عالی رتبه بریاست محترم مولوی صاحب قیام الدین کشاف و که جمعا یک هیئت 17 نفر هستند بنا به دعوت ریاست جمهوری آلمان به برلین آمدند و اینا طوری که ما معلومات گرفتن امروز اولین صحبت های خود در وزارت خارجه با نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان و پاکستان آقای کوخ صحبت کردن و ما این صحبت را همراه سخنگوی محترم شورای عالی صلح مولوی صاحب شاهزاده شاهد صحبت میکنم. بفرمایید بگوین که انگیزه مسافرت یا دلیل مسافرت شما به آلمان چطور بوده و به چی اساس به آلمان آمده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نوبه خود به برادر و خواهرای عزیز و هموطنای خود سلام میگیم. تقریبا 6 ماه قبل جلالت مآب رئیس جمهور آلمان به افغانستان تشریف آورده. اولا خوب جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان دیدار و ملاقات کرده و بعدا به شورای علما، البته بعضی از افراد شورای علما که رئیس شورای علما جناب کشاف صاحب و تقریبا 10 نفر از علمای شورای عالی صلح و شورای علما امرای و ملاقات کرده در ریاست جمهوری. فکر ما بود که از صحبت های و فکر کردیم که رئیس جمهور هم یک شخص مذهبی است، علاقه داشته که با علما تبادل نظر کنه و او که نظریات علما را شنید. بعدا یک دعوتنامه روان کرده که از علما تقاضا شده که اگر شما موافق هستی و به آلمان سفر کنی، بنا به دعوت رئیس جمهور آلمان ما چند نفر از شورای علمای افغانستان و از شورای علمای از شورای عالی صلح به آلمان آمدیم و به نظر ما بسیار سفر مهم و مفید و موثر است، چرا که شما خو میفهمی که در ذهن افغان حکومت باشه یا عوام باشه، علما باشه یا غیر علما، با آلمان ایک ذهن دوستی داره. به هر کس که ذکر آلمان میکنی یا جرمنی یاد میکنی و فکر میکنه که ما یک هواد دو 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 دوست ماس و علاقه داره که به آلمان سفر کنم، چنانچه ما آمدیم با رئیس حقوق بشر کمیته پارلمان دیدار کردیم. بسیار بحثای طولانی شد، به نظر ما مسائل مفید مطرح شد. همچنان به شخص که مسئول مسائل افغانستان و پاکستان است با او ملاقات کردیم، اونجا همراه او دوستای دیگم بود. او سفیر نامزد که طالب افغانستان نرفته میره، مطرح است که مفروض است که میره، چه وقت بعد امرای اوم ملاقات شد. او یک کس یا یک نفر که مسئول مسائل و معلومات افغانستان و پاکستان بود، امرای اوم ملاقات شد، اوم بعضی مسائل مطرح کردن. خلاصه ای بود که ملاقات های
ما جاری است، دو سه روز میگیره انشالله. ما در اخیر اگر شما اینجا تشریف داری با شما شریک میکنم انشالله. آقای شاهد، شما گفتین که با آقای تومسکونیک مسئول حقوق بشر پارلمان آلمان است ملاقات کردین و همچنین آقای کوخ نماینده مخصوص آلمان در امور افغانستان و پاکستان. میتونین بگین که با آقای کوخ که همین نماینده افغانستان و پاکستان هست در رابطه با چه مسائل صحبت کردین؟ او فقط بعضی سوالات کرده که چطور ممکن است که مسائل منطقه و بین افغانستان و پاکستان و مسائل صلح و امن و مسائل دیالوگ بین اقوام افغانستان و بین علما که با تامین وحدت ملی موثر باشه چطور ممکن است؟ مسائل صلح، مسائل امن، یعنی مسائل عام مطرح شده، کدام مسئله خاص نبود. البته شما خو میفهمی که در این ایامی تشویش است که بعد از 2014 چی میشه، مثلا انتخابات میایه یا انتقال قدرت میشه یا مسائل صلح و امن است، مسائل مذاکرات با طالبان یا در مجموع با مخالفین است، آیا صلح ممکن است یا ممکن نیست، یا کی مؤثر است از همسایه شما یا دور و دراز، کی ممکن زیاد مؤثر است که امرای و کار شوا در این بارا گفا شد. شما در عموم در رابطه با همسایه افغانستان مسئله وحدت قومی دریا صحبت کردین، لطفا بگوین که شما که آشنایی خوبی با حکومت پاکستان دارین و پاکستان یکی از متحدان افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و مخالفان دولت مسلح افغانستان است، آیا شما با این آشنایی که دارین و با تجربه‌ای که در 11 سال گذشته پاکستان در رابطه با مسئله افغانستان نشان داده، تا چه اندازه خوشبین هستین که پاکستان میتونه در تامین صلح با طالبان با دولت افغانستان کمک کنه؟ مشکل افغانستان و پاکستان به نظر ما تقریبا یک شده، یعنی چقدر که افغانستان مشکلات داره، مشکلات نامنی و جنگ و بیتفاقی و اختلافات، همچنان پاکستان هم در اون مشکلات گرفتار است، خصوصا در ایام حکومت نواز شریف هم که نو می آیا، اون به مشکلات و جنجالا گرفتار است. اگر پاکستان همکاری کنه صادقانه و مخلصانه به شکل تعهد جدی، ما به این نظر هستیم که رول پاکستان مهم است در قضایای منطقه و بالخصوص در قضیه افغانستان. البته نظر ما است که پاکستانم به شکل کلی نمیتانه که مشکل افغانستان یا مشکل منطقه را حل کنه. به او اندازه که مردم فکر میکنه به نظر ما که او به طالبان یا به مخالفین مؤثر است و او میتانه که هر چی که میخواه بکنه، به نظر ما به او اندازه و مؤثر نیست. البته همکاری میتانه اگر صادق باشه، مخلصانه باشه و به شکل تعهد و به شکل عملی سعی و تلاش میکنه، میتانه که مؤثر باشه در قضای افغانستان. شما که با هیئت علمای پاکستان هم ملاقات کردین و یک رابطه صمیمانه دارین، در گفتگوهای عمومی و خصوصی که شما با او دارین، او تا چه اندازه مطمئن هستن که میتونن با پروسه صلح و آشتی دادن مخالفان مسلح دولت به افغانستان رول اساسی رو بازی کنن؟ علمای پاکستان، ما که معلومات داریم از علمای پاکستان، او متحد نیست به این معنی که یک اتحادیه علماست، یک شوراست، یک مرجع تصمیم گیری است. علما مثلا در پاکستان
مذاهب مختلف است، مذاهب سیاسی است، مذاهب قومی است، احزاب قومی است و احزاب مذهبی هم است. بعضی از علمای پاکستان ما به عقیده هستیم که در افغانستان امن میخواه، ثبات میخواه، خصوصا از مناطق صوبه سرحد و مناطق بلوچستان. یک چیز است که از علما کار، یعنی از به علما اعتنا نشده تاله در افغانستانم و در پاکستانم. ما از علما شکایت میکنیم، مگر ما این میفهمیم که در دست علما چی است. مثلا اگر او یک فتوا میتا فردا و کشته میشه، محافظ نداره، با اعتنا نمیشه، امنیت و تامین نیست. چنانچه شما میخواین رو بکنین که علما در هر دو کشور افغانستان و پاکستان مستقل و آزادانه اگر صحبت بکنن شاید خطرات متوجهشان باشه. ما به یه عقیده هستیم که رول علما بسیار زیاد مهم است، ولی علما هم چقدر مشکلات داره، نمیتانه که به شکل آزادانه، مؤثر و مفید که بدون شک مرجع تصمیم گیری است از لحاظ مذهبی، از لحاظ علمی، علما مشکلات داره. بدون شک علمای افغانستان بسیار زیاد متوجه است، شورای علمای سرتاسری داره، خطبه به این موضوع تماس میگیره، در مدارس، در ارشادات، ارشادات اوقاف و غیره. مگر به او اندازه که از علما توقع است، به او اندازه از علما کار گرفته نشده.